سرنوشت مبهم 114 کارمند قراردادی ایرانی در شرکت رنوی فرانسه. چه موافق رضاخان باشیم چه مخالف رضاخان باشیم، این آدم استثنایی بود. سوم اسفند، صدمین سالگرد کودتای سردار سپه، رضاخان بنیانگذار ایران نوین یا پادشاهی دست نشانده، قضاوت تاریخ پس از گذشته یک قرن چیست؟ و حراج لباس‌های پرزرق و برقی که در اجراهای خواننده نامدار ایران درخشیدند، گوگوش می‌گوید بخشی از درآمد آن صرف آموزش زنان می‌شود. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. مجله فرانسوی لوپون در گزارشی از وضعیت مبهم 114 نفر از کارکنان ایرانی شرکت خودروسازی رنو در فرانسه خبر داده. این افراد با تمام شدن قراردادشان باید خاک فرانسه را ترک کنند. مریم افشنگ در مصاحبه با چند نفر از آنها از جزئیات بیشتر شرایط زندگی آنها میگوید. خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، از جمله تحریم صنعت خودروسازی، زندگی بسیاری از کارکنان و کارگران شرکت‌های خودروسازی در ایران را عوض کرد. از جمله زندگی 114 نفر از کارکنان رنو پارس را. در سال 2018 شرکت رنو در فرانسه 114 نفر از کارکنان این شرکت را با قراردادی که به واسطه شرکت مدیریت جهانی رنو و نیسان RNGM در سوئیس بسته می شود، به همکاری در پاریس دعوت می کند. برای بسیاری از آنها این قرارداد 2 ساله تمام شده. بعضی به ایران برگشتند و بعضی روزهای آخر قرارداد را می گذرانند. هیچ کدام از کسانی که ما با آنها صحبت کردیم حاضر نشدند به دلایل امنیتی و شغلی با نام و مشخصاتشان گفتگو کنند. یکی از کارکنان رنو که فعلا در پاریس است گفت که زندگی شخصی او و خانواده‌اش در 2 سال اخیر با سیاست‌های شرکت رنو به شدت تحت تأثیر قرار گرفته. همچنان قرارداد با شرکت RNGM در سوئیس را قراردادی مصنوعی می‌داند. این شرکت بعد از انتقال ایرانیان به فرانسه برای خانواده‌های آنها با هماهنگی سفارت فرانسه در ایران اجازه صدور ویزای توریستی آن هم حداکثر 6 هفته در سال موافقت کرد، بدون آنکه این مسئله را قبل از اعزام کارکنان به فرانسه نه به صورت شفاهی و نه در قرارداد کار ذکر کند و تهدید کردند در صورت عدم توجه به این ایمیل اقدامات ضروری مورد نیاز انجام خواهد شد. شرکت رنو همچنین بیمه خانواده‌ها در ایران را در اوج کرونا از جولای 2020 قطع نمود و با وجود فعالیت شرکت رنو پارس در ایران هیچ گونه حمایتی از خانواده‌های ما برای پوشش بیمه نکرد. همسر و فرزندم برای دیدار من برای مدت 6 هفته به فرانسه آمدند که متأسفانه به دلیل کرونا پرواز برگشت آنها چندین بار کنسل شد و از آنجایی که بیمه ایران توسط رنو یک شب قطع شده بود، پسر و همسرم نتوانستند به ایران بازگردند. پسرم فرصت تحصیل در ایران را از دست داد و مجبور شد در فرانسه سال تحصیلی را با 3 هفته تأخیر و با زبانی غیر از زبان مادری به سختی شروع کند که در نهایت با اتمام قرارداد من و درخواست‌های مکرر از رنو، این شرکت حاضر نشد که من با هزینه شخصی خودم، خانواده‌ام در فرانسه تا پایان سال تحصیلی جاری در فرانسه بمانند و قبل از پایان قراردادم نماینده رنو و مأمور آژانس مسکن با مراجعه حضوری اصرار بر تخلیه خانه در فصل زمستان را داشتند. شرکت رنو در جواب به ایمیل BBC گفته کارکنان ایرانی که خودشان انتخاب کردند تا به فرانسه بیایند قراردادی با مدیریت جهانی رنو و نیسان RNGM بستند که یک قرارداد استاندارد برای انتقال بین‌المللی کارکنان رنو است. هدف RNGM مدیریت طرح‌های جابجایی بین‌المللی در اتحادیه رنو و نیسان است. این طرح یک سیاست استاندارد مدیریت منابع انسانی را برای مدیران مقیم خارج و انتقال یافته تعیین می‌کند و به اجرا می‌گذارد. در میان مزایای مختلف مربوط به جابجایی، کارکنان ایرانی از برنامه بیمه درمانی بین‌المللی RNGM بهره‌مند شدند. از طرف شرکت برای آنها خانه هم تأمین شد. یکی از کارکنان رنو به ما گفت در شروع به آنها گفته شده که شرکت فقط ویزای توریستی را قبول می‌کند. با توجه به قانون فرانسه و نوع ویزایی که ما داشتیم میتونستیم برای خانواده درخواست اقامت بلند مدت بدیم. به امید اینکه خودم بتونم فرزند کوچک و همسرم رو بعد از انجام مقدمات لازم ببرم راهی شدم.
اما بعد از ورودم به فرانسه جزئیات کم کم تغییر کرد و گفتن خانواده ها فقط 6 هفته در سال میتونن به دیدار ما بیان. فشار زیادی روم بود و بعد از 4 ماه به مدیرعامل رنو پارس ایمیل زدم و با توصیف شرایطم و اینکه فرزندم کوچک است و به من نیاز داره ازشون خواستم که به من کمک کنن که بتونم خانوادم رو در کنارم داشته باشم. اما جواب این بود که اگر از شرایط ناراضی هستم میتونم به قرارداد پایان بدم و به ایران برگردم و برای اطمینان از این روند HR رو هم گذاشتن توی ایمیل. من 6 ماه از فرزند خردسالم دور بودم و تو این مدت فقط یه بار به ایران سفر کردم. اما پایان این سفر و جدایی از فرزندم بسیار دردناک بود و من با بیتابیای فرزندم دوباره راهی فرانسه شدم. در نهایت موفق شدم فرزندم رو با ویزای توریستی به فرانسه بیارم و با توجه به حقی که قانون فرانسه به والدین میده و با ارائه مدارک لازم تونستم فرزندم رو پیش خودم نگه دارم. شرکت رنو میگوید به دنبال اجرای تحریم‌ها علیه ایران در سال 2018 به چندین کارمند پیشنهاد کرده مهارت خود را برای پروژه‌های احتمالی آینده در ایران حفظ کنند و به طور موقت یعنی 2 سال به فرانسه بیایند. در اکتبر 2018 جلسه توجیهی توسط رنو پارس تشکیل شد تا شرایط این بسته‌ها توسط RNGM به کارکنان ارائه شود و آنها با آگاهی کامل از واقعیت‌ها تصمیم بگیرند. در این جلسه مشخصاً گفته شد که این مأموریت در فرانسه در چارچوب قراردادی است که فقط وضعیت شخصی کارمندان را در نظر گرفته و شامل خانواده ها نمی شود. بعضی از کارمندان رنو پارس به دلایل خانوادگی این پیشنهاد را رد کردند و انتخاب کردند که در ایران بمانند. در عوض و برای در نظر گرفتن دوری کارمندان از خانواده با توجه به وضعیت خانوادگی هر فرد بودجه سفری در نظر گرفته شد تا آنها بتوانند با خانواده هایشان که در ایران ماندند ملاقات کنند و آنها هم بتوانند برای 6 هفته به فرانسه بیایند. کارکنان رنو که به فرانسه رفتند و حالا مجبور به بازگشت به ایران هستند میگویند برای رفتن به فرانسه باید از کار خود در رنوی پارس در ایران استعفا میکردند. بعضی از آنها سابقه سالها همکاری با این شرکت خودروسازی را دارند. حالا نه شرکت رنو در فرانسه قرارداد آنها را تمدید می کند و نه با توجه به تحریم ها بخت چندانی دارند که دوباره به شرکت رنوی پارس ایران برگردند. مریم افشنگ، BBC. هفته گذشته 100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 در ایران بود. کودتایی که زمینه ساز پایان وضع آشفته و ناآرام ایران بود و به برقراری دولت مقتدر مستقل منجر شد. طی چند سال رضاخان میرپنج که یک فرمانده ناشناخته نیروی قزاق بود، توانست در سردار سپهی به نخست وزیری و سپس پادشاهی ایران برسد. خشایار جنیدی در گزارشی این رویداد مهم در تاریخ معاصر را بررسی کرد. سالهای دهه پایانی قرن 13 خورشیدی برای مردم ایران سالهای تلخی بودند. روسیه، بریتانیا و عثمانی خاک ایران را در جنگ جهانی اول و حتی قبل از آن اشغال کرده بودند که ارمغانی به جز قحطی، بیماری و مرگ برای مردم این سرزمین نداشت. دولت مرکزی به شدت ضعیف بود و از پس برقراری امنیت بر نمی آمد. نخست وزیران هم دائم در حال تغییر بودند. ایران از 1900 تا 1920 به گمان من اون دقیقاً پدیده است که در علوم سیاسی بهش به عنوان دولت فروپاشیده failed state میگن. جنگ به سال پایانی خود نزدیک می شد که انقلاب بلشویکی روسیه در سال 1917 معادلات جهانی را به هم زد و سربازان این کشور از ایران فراخوانده شدند. یکی از رهبران انقلاب اکتبر 1917 تروتسکی پیامی میده به دولت ایران که تمام اون امتیازها رو که دولت تزاری داشته در ایران در حقیقت باطل اعلام میکنه، تمام خواستار رو باطل اعلام میکنه، قرارداد 1907 رو باطل اعلام میکنه، فراتر از اون میگه قرارداد 1915 را ما باطل میکنیم. این خبر خوبی برای ایران بود، ولی اخبار دیگری هم در راه بود. بریتانیا که عرصه را از رقیب دیرینه خود در ایران خالی میدید، در جهت گسترش نفوذش در سراسر کشور اقدام میکرد. لورد کرزن وزیر خارجه بریتانیا
در پی امضای توافقنامه‌ای با ایران بود که عملاً استقلال آن را نقض می‌کرد. یعنی رسماً این کشور استقلال داشته باشه، ولی از رأس تا ذیل همه کاراش به دست مستشاران بریتانیا باید تعمیم میشه. نطفه در حقیقت قرارداد 1919 اینجا بسته شد با این خانش. مردم در عین اینکه در سطح وسیع علیه اون قرارداد برخواستن، متوجه اینم بودن که قاجارها و ادامه اون حالت ملوک و طوایفی به زیان ایرانه و به زیان همه است، از ملک شعرا بگیرید تا بعضی دیگه از روشنفکرات و عباس اقبال تا قزوینی در برلن، تقی‌زاده، گروه ایرانی هایی که در برلن بودن، اینها همه در فکر یک تمرکز تازه‌ای بودن که بتونه ایران رو از این ورطه عقب افتادگی و ورطه فروپاشیدگی نجات بده. در نتیجه شرایط به وجود آمده، بعضی از افراد در تهران، نه در لندن یا در وزارت خارجه بریتانیا، تصمیم گرفتند خودسرانه عمل کنند. به خصوص جنرال آیرون سایت و نورمن، وزیر مختار بریتانیا، در تهران به این نتیجه رسیدند که حالا که توافقنامه 1919 شکست خورده، با راه اندازی یک کودتا دولتی سر کار بیاید که بدون اعلام عمومی مفاد توافقنامه را به اجرا بگذارد. جنرال ادموند آیرون ساید، فرماندهی نظامیان بریتانیایی در شمال ایران را عهده‌دار بود. او و هرمن نورمن، وزیر مختار بریتانیا، از نسل تازه‌ای از دولت مردان بودند که ضمن تلاش برای حفظ منافع کشورشان از سیاست‌های استعماری کهنه سیاستمدارانی مانند لورد کرزن فاصله گرفته بودند. سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه نگاری بود که به نظر نورمن می توانست به پیشبرد منافع بریتانیا در برابر بلشویک ها کمک کند. سید ضیاء روابط آشکارتری با بریتانیا داشت و با بریتانیایی ها همدل بود و ارتباطاتش هم با آنها شناخته شده بود. اما این طرح به نیروی نظامی نیاز داشت. بریتانیا پس از انقلاب بلشویکی هزینه و سرپرستی قوای قزاق را در ایران عهده‌دار شده بود. در سال 1299، جنرال آیرون ساید که از نظم و مدیریت رضاخان میرپنج، فرمانده قزاق‌ها در تبریز، در برابر جنگلی‌ها راضی بود، او را به قزوین منتقل کرد تا به او در آموزش سربازان کمک کند. آیرون ساید در نوشته‌هایش احمد شاه را فردی نالایق عنوان کرده و رضاخان را مردی مقتدر می دانست که باید ایران را نجات دهد. چه موافق رضاخان باشیم، چه مخالف رضاخان باشیم، این آدم استثنایی بود در این مورد. بی سواد، یعنی خیلی کم سواد بعد گفت، ولی تجربه عمل در میدون جنگ و زحمات و مشقات رو دیده بود و فرمانداری رو آموخته بود در عمل. نورمن و آیرون ساید در ایجاد ارتباط میان سید ضیاء و رضاخان نقش داشتند، اما میزان دخالتشان در کودتا مشخص نیست. شک ندارم که کارمندان بریتانیا در به سر کار آوردن رضاخان در 1921 دخیل بودند، اما اسناد و شواهدی که نشان دهنده این موضوع باشد وجود ندارد. در اسناد کمی از ماهای منتهی به کودتا باقی مانده است. به نوشته سیروس غنی، بررسی اسناد دیپلماتیک بریتانیا بیانگر کاهش تماس‌های روزانه نورمن با لورد کرزن وزیر امور خارجه بوده. از سوی دیگر آیرون ساید به رضاخان چراغ سبز نشان داده بود که بریتانیایی‌ها مانع حرکت او به سوی تهران نخواهند شد. در نهایت جایگزینی نیروهای ناراضی و بی‌نظم قزاق در تهران با نیروهای تحت فرمان رضاخان بهانه حرکت او به سوی تهران شد. سید ضیاء از احمدشاه فرمان نخست وزیری گرفت. نخست وزیری او اما دولت مستعجل بود و 100 روز بیشتر دوام نیاورد. رضاخان میرپنج به سردار سپهی و وزارت جنگ رسید
و در آبان 1302 نخست وزیر شد. او در چهارم اردیبهشت 1305 تاج شاهی بر سر گذاشت تا با برکناری خاندان قاجار از سلطنت شرایط کشور تغییر کند. دوره ای که با سازندگی و تجدد همراه شد ولی استبداد را بر کشور حاکم کرد. به نظر من آمدن رضا خان برای ایران یکی از میمونترین و مبارکترین اتفاقات بود. برای اینکه ایران رو از اون فروپاشیدگی نجات داد. ایران رو تبدیل به یک دولت در حال متجدد شدن کرد. یک ارتش ایجاد کرد، دانشگاه ایجاد کرد، سیستم آموزشی ایجاد کرد. اگر مسئله فسادش نبود، قطعاً به عنوان یکی از بزرگترین اصلاحگران تاریخ ایران به گمان من شناخته خواهد شد. حتی به رغم فسادش به عنوان یکی از بزرگترین اصلاحگران ایران شناخته خواهد شد. اگر شما یه تصویر از ایران میگرفتی، به فرضی عکسی از ایران میگرفتی، کل ایران در سوم اسفند 1299 و بعد میرفتی از ایران و سوم شهریور 1320 یعنی 20 سال بعدش برمیگشتی و یه تصویر دیگر میگرفتی از ایران، این دو تصویر رو میذاشتی کنار هم دیگه، باورت نمیشد که این همون ایران هستش در نتیجه اقداماتی که رضا شاه در طی این 20 سال کرد. ما صرف نظر اینه که بپذیریم رضا خان و رضا شاه کارنامه اعمالش چطور بود، باید این نکته رو بپذیریم که چقدر در پیدایش ایران جدید مؤثر بود. یعنی که اگه به ترتیبی، حالا ممکن بود رضا شاه نباشه، دیگری باشه، ولی آنچه که ما بعد از انقلاب مشروطه تا 1921 دیدیم چیزی نبود که اجازه بده این قوام ملی در ایران پیدا بشه که در دوره او شد. دستاوردهای دوران قدرت 20 ساله رضا شاه که 100 سال پیش با کودتای سوم اسفند آغاز شد، در شکل گیری ایران نوین به شکلی که امروز میشناسیم نقش بسیار مهمی داشت. خشایار جنیدی، بی بی سی. گزارش ها از ایران نشان می دهد که بسیاری از مردم برای تهیه مایحتاج اولیه خود دچار مشکل جدی اند و شرایط زندگی برای آنها روز به روز سخت‌تر می شود. بعضی حتی نان را قسطی می خرند. گزارش تازه مرکز آمار نشان می دهد که خانواده ها برای تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز خود حالا باید به طور میانگین تقریباً 50% بیشتر از یک سال پیش هزینه کنند. گزارش پرهام قبادی را ببینیم. بابا نان داد اما نسیه. کارتشونو میاره میذاره اینجا، کارت یارانه‌شونو، بعدش ماه به ماه میان با هم دیگه حساب میکنن. این کلان اینجوریه نونوایی، یعنی همون نسیه است، ماه به ماه میاد. آره دیگه، همون یارانه‌ش گروه اینجا، همون نسیه حساب میشه دیگه. آره، بعضی پول یک نان کامل را ندارند. معمولاً این محل بالاخره کارگر نشینه، 4 تا 5 تا، بعضیا نصفه میگیرن ندارن. این نانوایی در شمال شرق تهران است. خبرنگار اقتصادی تجارت نیوز اما میگوید مشابه این اتفاق در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر هم میافتد. مریم شکرانی عکسی هم از دفتر حساب یک نانوایی منتشر کرده، از مردمی که نان را نسیه میخرند با گرو گذاشتن کارت ملیشان تا سر ماه که یارانه بگیرند و تسویه کنند. وقتی پول برای خرید نان ندارند، به تب مرغ کالای لوکس است. ندارم، مردم واقعا ندارن، میان اسکلت میبرن، میان گردن میبرن، کسی بوسش به مرغ دیگه نمیرسه. کسانی هم که توان خریدش را دارند، پیدا کردن مرغ راحت نیست. این صف مرغ در مشهد است امروز. ندارم، هیچ ندارم، برو. وقتی وضع کلان شهر نشین ها این است، حاشیه نشینان به تب روزگار بدتری دارند. اینجا جنوب شرقی تهران است، جاده محمودآباد کنار روستای خاورشهر. برای ساکنان اطراف کورپزی ها نوشیدن آب تمیز هم چالشی است. دیگه مجبوریم سر هم دیگر 2 تومن 3 تومن جمع کنیم، تانکرمون رو آب کنیم دیگه، چیکار کنیم؟ مجبوریم. هممون دست به دست هم میدیم، مثلا میگیم بیا بریم اون پایین آجر جمع کنیم، بعد اینا رو بریم بدیم آب شیرین برامون بیارن.
کودکانشان هم چون موبایل و کامپیوتر ندارند از درس و تحصیل در دوران کرونا باز ماندند. من به خانمش گفتم بابام گوشی دختر من امانت بود، بردن گوشیش امانت بود، مثلا مال کسی بود، خالش بود، خالش از اینجا رفت برد. میگه اون مشکل خودتونه، من نمیتونم، مشکل تک تک بچه ها با مدرسه نمیتونه گوشی به بچه ها بده. در خوزستان حاشیه نشینی به زمان جنگ ایران و عراق برمیگردد. استانی با منابع بیکران اما محروم. نماینده خوزستان در شورای عالی استانها میگوید حاشیه نشینان اهواز هیچ امکاناتی ندارند. جمعیت 400 هزار نفری حاشیه شهر اهواز فاقد امکانات لازم و شرایط معمول زندگی شهری هستند. این مناطق که یک سوم جمعیت اهواز را در بر می‌گیرند، از داشتن هر گونه امکانات عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی محرومند. متاسفانه ثروت‌های خوزستان را در تمامی کشور تقسیم می‌کنند، در حالی که در بسیاری از مناطق استان محرومیت وجود دارد. تازه ترین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم هم چشم‌انداز روشنی را نشان نمی‌دهد. به احتمال زیاد نرخ تورم ایران تا پایان امسال به بالاترین میزان در 25 سال گذشته می‌رسد. این گزارش نشان می‌دهد که به طور میانگین یک خانوار برای خرید یک سبد کالا و خدمات باید نزدیک به 50% بیشتر از بهمن سال پیش هزینه کند. سردبیر تجارت نیوز در توییتی می‌گوید مردم لوازم آرایش دست دوم می‌خرند. روژگونه در حد 9-15 هزار تومان، عطر نصفه 200 هزار تومانی به قیمت 35 هزار تومان و 40 تا 50 قلم لوازم آرایشی کار کرده 100 هزار تومان. فشار اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، تحریم و فساد گسترده معیشت مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده و والدینی که روزانه شرمنده کودکانشان می شوند. یعنی 5000 تومان هم نیست؟ 5000 تومان هم بله، ما حساب دفتری داریم که یارو میاد برای بچهش به قول گفتنی تنقلات میخره، نداره، واقعا نداره. پرهام قبادی، بی بی سی. گوگوش خواننده نامدار ایرانی تعدادی از لباسهایش را به حراج گذاشته. او این پیراهنهای پرزرق و برق را در اجراهایش بعد از خروج از ایران پوشیده. گوگوش گفته که مد بخشی از روند خلاقیت اوست و حالا قصد دارد با فروش آنها بخشی از درآمد این کار را به انجمن زنان ایرانی آمریکایی اهدا کند تا صرف تقویت توانمندی زنان شود. جزئیات بیشتر از فرنوش امیرشاهی. گوگوش در یکی از آخرین کنسرت هایش وقتی صدا و ترانه های او خاطره ها را زنده می کرد و حال و هواها را دگرگون. حالا قصد دارد همین پیراهنش را به همراه تعداد دیگری از لباس ها، کلاه ها و دستکش هایی که از زمان خروج از ایران در اجراهای مختلف به تن کرده به حراج بگذارد. با سقوط دستای از این پیراهن در اولین اجرایش بعد از سالها سکوت، کاری از برند رحمانیان، طراح ایرانی کانادایی. تا این یکی لباس سیاه و سفید با شکوهی که در اجرای ترانه همزاد پوشید. قرار است بخشی از درآمد این حراج در اختیار بنیاد زنان ایرانی آمریکایی قرار بگیرد تا در قالب بورس صرف تحصیل زنان شود. این حراج 10 روزه از طریق مؤسسه حراجی بنهام به صورت آنلاین برگزار می شود. با اینکه بعضی لباس‌ها کار شده و فاخر هستند و از مارک‌های مطرحی مثل اسکار دلارنتا و الکساندر مک‌کوئین، اما قیمت پایه آنها چندان گران نیست. ارزان‌ترین کار 500 دلار و گران‌ترینشان هم 5000 دلار در نظر گرفته شده. هدف از فروش این پوشاک اینه که پولی برای خیریه جمع بشه.
گوگوش میدونه که قیمت بعضی از لباس شبها از پولی که خودش پرداخته کمتره. اما در عین حال این رو هم میدونه که ایده این بود که افراد بیشتری در این طرح مشارکت کنن و بهترین راه برای رسیدن به این هدف اینه که قیمت پایه رو پایین نگه داشت. خیلی ها دوست دارن لباس ها رو داشته باشن ولی در نهایت فقط یه نفر میتونه. سر تا پا غرور کشیده سر به خورشید غریب و بیابوره. تا همینجای کار هم تعداد مراجعه کنندگان به وبسایت مؤسسه حراجی قابل توجه بوده. گوگوش در سالهای فعالیت‌های هنری‌اش تأثیر زیادی روی مد داشته. قبل از انقلاب هر چه می‌پوشید به سرعت بازار را قبضه می‌کرد. ای چشم من بدون تو هنوز هم آرایشگاه ها مشتریانی دارند که میخواهند موهایشان را گوگوشی کوتاه کنند. تو بگو جز تو کدوم رو ناجیه لب تشنگی بود. شاید او با این کار سمبولیک به جز انتقال بخشی از احساسات خود هنگام اجرا روی سن بتواند توجه علاقه مندانش را به گوشه ای از مشکلات زنان هم جلب کند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. گریه کردم شونه ها تو کم میاد. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.